سلام به فرا خبر خوش آمدید موضوع بحث این برنامه روابط تیره و تار کابل و اسلام آباد متقی از همتای پاکستانیش خواسته تا به افغانستان سفر کند آیا تنش ها میان دو همسایه کاهش می یابد؟ در اوج تیرگی روابط میان کابل و اسلام آباد امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در یک گفتگوی تلفنی با محمد اسحاق دار وزیر خارجه تازه پاکستان ابراز و امیدواری کرده است که گزینش او به عنوان وزیر خارجه پاکستان سبب تقویت روابط میان کابل و اسلام آباد خواهد شد امیرخان متقی همچنان خواهان نقش سازنده پاکستان در تعاملات مثبت منطقه‌ای و تطبیق پروژه‌های بزرگ انکشافی در منطقه شده است جانب پاکستانی نیز در این گفتگو بر تلاش ها به هدف تقویت و گسترش روابط میان دو کشور حل چالش های مسافران، بیماران و بازرگانان در امتداد خط فرزی دیورن تأکید کرده است. فصل تازه در روابط میان کابل و اسلام آباد چگونه خواهد بود؟ نقش پاکستان در پروژه های چیست و در نهایت؟ آیا رویکرد حکومت جدید پاکستان در قبال افغانستان تغییر خواهد کرد؟ اینها و بیشتر در فراخبر من رازقیار هستم و مهمان شریک در بحث با من دکتر رمضان بشردوست عضو مجلس نمایندگان در حکومت پیشین اینجا در استودیو با من حضور دارند آقای بشردوست سلام به شما وقتتان بخیر به برنامه بسیار خوش آمدین میدانین روابط میان کابل و اسلام آباد در اوج تیرگیش است مخصوصا پس از او که حکومت پاکستان موقت شد ولی حال پس از ایجاد حکومت تازه امیدواری های کابل بر این است که روابط میان دو کشور بهبود پیدا بکنه شما بررسیتون چی است از این روابط علیک السلام سلام به شما به همکاران شما به نام حق و به یاد همتنان عزیز و هم نوعان عزیز که در افغانستان و در دنیا متاسفانه از فقر و گرسنگی و خونریزی مینالند و بخصوص خونریزی که در غزه و اوکراین متاسفانه وجود دارد مهم. تشکر از دعوت شما افتخار ماست من فکر می کنم اول ما باید از خود پرسون کنیم که سیاست خارجی یک کشور چی است چون برنامه شما وقت بسیار کم است در جزیات ما داخل شده نمیتوانیم معمولا سیاست خارجی یک کشور یا بر اساس چی استوار است سیاست خارجی نه. کشورها به نظر من با خصوص کشورهای منطقی کشورهای عقلی به اصطلاح بر اساس منافع ملیشان استوار است و در کشورهای جان سوم معمولا بر اساس منافع دولتی استوار می باشد برعکس کشورهایی که بیشتر منطقی است و در, در همین افغانستان هم در افغانستان است. متاسفانه همیشه بر اساس منافع دولتی استوار است مثلا شاشوجار انگلستان آورده این منافع شخصی حکومت شاشو داشت از خودش است این خوب و بد باید از انگلستان پیروی کند یا کارمل شوروی آورده به عنوان مثال یا کرزه آمریکا آورده یا مثلا امارات پاکستان تمویل کرده یا اعضاب جهادی دیگر را که در پشاور ربانی و حکمتیار و،, و, و نام جدیدی که در پشاور حکومت توسط ایسای ساخته شد اینا که میان معمولا مجبور هستند که قرضی که با اونا دارن قرض خود باید بپردازن اما در کشورهای دیگر که مردم کشورشان اکامشان او، او رئیس جمهوریشان سطر اعظمشان تعیین میکنه این نفری ای که در ارگش می رود این فقط و فقط پاسخگو به مردمش است و از مزدوری مردمش است به اصلاح عام اما در کشورهایی که کسایی که به قدرت می رسد توسط نیروهای خارجی آورده می شود مجبور است که مزدوری کشوری کند که و قدرت رسانده چون خطر می مفتد. یک نقطه نقطه دوم در افغانستان در تاریخش متاسفانه نخبگان افغانستان تصور کردن که ما دوست داریم این یک اشتباهی بسیار غلط است هیچ کشور دوست کشور دیگر نیست از هیچ کشور دوست کشور نیست بخصوص کشورهای همسایه وقتی منافعشان متضاد باشد بعض وقتا کشورهای همسایه داریم که منافعشان مشترک است اما بعض وقت کشورهای همسایه داریم که منافعشان در تضاد است آبادی یکی وایرانی دیگر را معنا دارد و ایرانی دیگر آبادی دیگر کشور دیگر را معنا دارد نقطه سوم که ما باید در نظر بگیریم این است که افغان ما بخصوص نخبگان وطن فروشی و وطن دوستی را بر اساس یک قضاوت یک بودی اینها میکنند مثلا احمد زید پاکستان است بنابراین ای وطن دوست است اما ممکنه که نی احمد زید پاکستان است این مزدور ایران باشد مهم. یا مزدور آمریکا باشد یا مزدور فرانسه یا آلمان باشد یا مثلا محمود زدی ایران است پس ای وطن دوست است نه ممکنه که زدی ایران است ممکنه بانه. که مزدوری درست آقای بشر دوست خوب حال وضعیت را چگونه شما بررسی میکنین مخصوصا روابط میان کابل و اسلام آباد را فکر میکنین یک باب تازه در حال شکل گرفتن است در روابط یا نه در کتا مدت و در میان مدت و در مدت مربوط به این میشود شود که اوکام افغانستان منافع خود را ترجیح می یا منافع ملت و امت را ترجیح می دهند اگر اینا بر اساس منافع ملی کار کنند ولو این که چوکیشان در خطر بیفتد من فکر نکنم که ما رابطه خوب دوستانه با ایران، پاکستان و آسیا مرکزی داشته باشیم به خاطر که منافع ما در تضاد است و صد فیصد در تضاد است و ای در کوتاه مدت هم در تضاد است اگر اینا بر اساس منافع حکومتی سیاست خارجی افغانستان تعیین کنند یعنی هر کشور خارجی که از بودن اینها در قدرت حمایت کنه و اینها را تمویل کنه بدون اینکه متوجه باشند که با ضرر بنیادی به افغانستان چی می شود ممکنه رابطه افغانستان خوب شود درست نقل صحبت که شده میان امیرخان متقی و سر و وزیر خارجی پاکستان شنیدین شما این صحبت ها را حتما که در مورد کدام موارد صحبت کرده خب طرف کدام طرف میلان دارای به منافع ملی فکر شده این مسئله یا نه منافع حکومتی بیشتر مد نظر گرفته شده من فکر میکنم بیشتر منافع حکومتی پالیسی افغانستان از زمان تاسیس به جز احمدشاه که بگذاریم احمدشاه دورانی یا سلطان محمود غزنوی را که بگذاریم یا امان الله را یک دوره که بگذاریم تمام حکام افغانستان از هر حزب و تنظیم و قوم و ایدئولوژی که بوده منافع تنظیمی قومی شخصی حکومت بالاتر از منافع ملی و خواسته های مردم افغانستان بوده و این متاسفانه امروز هم ادامه دارد و در رابطه با پاکستان عین مسئله مطرح است آقای متقی با کاردار سفارت پاکستان هم از پالیسی گام های مثبت و پالیسی مثبت و گام های سازنده صحبت کردن و زبیولا مجاید بعد از حکومت جدید پاکستان که تشکیل شد به اینها گفتن که باید اخراج اجباری ماجرین قد شود به عنوان مثال و رابط تجارتی افغانستان پاکستان خوب شود مسئله پاسپورت و امثال هم مطرح کردن سوال اینجاست که وزیر خارجه فیلی پاکستان از آسمان نیامد بله. و پاکستان هم پاکستانی دیروز است نه پاکستانی که نو خلق شده باشد منافع نو به وجود آمده باشد و بخصوص این وزیر خارجه عضوی حزب است از اوزوی حکومت است که حکومت اطلافی است که دو خانواده شریف نواز شریف و شعبا شریف فعلا و زرداری دو خانواده دو هیز تحت نام هیز اما در واقع دو خانواده است که کل مردم پاکستان به گروگان گرفتن دلاله. مثل کشورهای دیگر بنابراین دوست پیش از که بیشتر در مورد سیاست پاکستان در قبال افغانستان صحبت بکنیم فکر میکنین چقدر خطرناک است که امارت اسلامی منافع حکومتی را نسبت به منافع ملی ترجیح بده خطرناک برای کی برای حکومت برای ملت برای ملت صد خطرناک است چه است خطر خطر اولی است که مثلا ما منافع ما با پاکستان با ایران با تاجیکستان با ترکمنستان با چین با کشورهای دیگر منافع ما در بودهای مختلف متضاد است مثلا ما اگر آب خود استفاده کنیم این به معنی است که این مزیر است برای ایران و مزیر است برای پاکستان برای تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان اگر ما از آب خود استفاده نکنیم یا آب خود با آنها بدهیم این موزیر است برای ملت ما، برای امت ما اما برای رهبران ما این موزیر نیست با خاطری که کشورهایی که نا آب ما را استفاده به نفع اونا میکنن یا استفاده نمیکنن مثلا فعلا آب ما 70 میلیارد متر مکعب آب جاری داریم 60 میلیاردش ایران میرود، پاکستان میرود، آسیای مرکزی میرود برای آسیای مرکزی ایران و پاکستان یک نعمت است ای به ضرر ملت ما بوده و هست و خواهد بود اما این به نفع حکومت است چون ایرانی ها از حکومت خوش است پاکستان ها از حکومت خوش می باشد تاجکستان و ازبکستان خوش می باشند به خاطر که از ما استفاده می کند این... یا به عنوان مثال ما برق از ایران وارد می کنیم جنرال تورای بسیار سابقش از زمان انقلاب که در دا گدام انداخته بود دیر خریدن به عنوان مثال یا فعلا ما 1500 مگاوات برق در مجموع داریم ما 1000 مگاواتش از ایران تاجکستان، اوزبکستان اگر اشتباه نکنم در ترکمنستان وارد میکنیم و 500 ش در حدود دا داخل تولید میکنیم آب افغانستان 23 هزار مگاوات برق ظرفیت تولید داره آفتاب افغانستان بیش از 22 هزار اگر اشتباه و باد در افغانستان بیش از 67 هزار مگاوات برق در مجموع 310 هزار مگاوات ما برق تولید میکنیم تا زمان... زمانی که ما برق تولید کنیم سری پای خود استاد شویم دیگر ما پول خود به ایران روان نمی کنیم. به تاجیکستان روان نمیکنیم. بنابراین در, در هر بخش که ما بگیریم اگر ما یک حکومت مردمی اسلامی و صد فیصد این منافع ما افغانستان باشد منافع ملی افغانستان نمیتواند با ایران دوست باشد با پاکستان دوست باشد با تاجکستان و ازبکستان یا چین چون با مثلا روسیه منافع است دقیقاً به خاطر که ما اگر گاز خود استفاده کنیم ما به جای کی لاین برقی ترکمنستان اگر اشتباه نکنم کاسامیلا ما لاین برق زور میبریم از خاک خود به پاکستان به عنوان مثال یک گروهی ما روشن میشه و ما جشن برپا میکنیم در حالی که اگر ما حکومت ما منافع ملی افغانستان رو در نظر بگیرد میگوید من چرا برق شما رو بفرستم به پاکستان دلی. یا گاز شما رو ما برق خود این گونه است که اصل تصمیم را منافع میگیره در روابط میان کابل و اسلام آباد و این گونه روابط میان کابل و کشورهای دیگه و بیشتر بحث منافع مطرح است فکر میکنین این انتظار هم باید افغان ها و مخصوصا حکومت سرپرست داشته باشه که پالیسی پاکستان تغییر بکنه در قبال افغانستان در کوتاه مدت یا حتی در دراز مدت پالیسی یکی نقطه اول که بسیار مهم است منافع کدام منافع بعضی حکومت هاست که در تعیین سیاست خارجیشان ظاهرا منافع قومی را در نظر می گیرد مثلا فعلا طالبان افغانستان میگوید طالبان پاکستان از قوم ماست بنابراین ما حمایت میکنیم ولو اینکه به ضرر افغانستان باشد منافع افغانستان یا ایرانیا به عنوان مثال شیعیانی سوریه را حمایت میکنه که سنی رو بکشه میگه چون از مذهبی ماست به عنوان مثال اما کشورهایی که منطقی فکر میکنن کشورهایی که عقلی فکر میکنن کشورهایی که رئیس جمهوریشان، آمریشان، وزیرشان، اینا آینه مردمشان است و توسط مردم به قدرت رسیده است. اینا منافع بخصوص اقتصادی کشورشان هست. فکر میکند و سیاست خارجیشان بر اساس اهداف اقتصادیشان متصور است. اگر افغانستان با پاکستان یا ایران یا هر کشور دیگر ما در نظر بگیریم، اگر پاکستان به عنوان مثال بخواهد که منافع افغانستان در نظر بگیرد، ای بازاره خود پاکستان تمام می شود با خاطری که باید به عنوان مثال منافع افغانستان در نظر بگیرد به این معنی ما در افغانستان میتونیم آب خود بند بسازیم بدون که رئیس اردوی پاکستان اختار بدهد تقریبا دو سال دو سه سال پیش رسما رئیس اردوی پاکستان اختار داد که اگر آب از با زبان ساده اگر افغانستان آب خود سر ما شیردان بی این مسئله امنیتی است برا برای ما یا نوری فکر میکنم روحانی رئیس جمهوری ایران با این ارتفاظ افغانستان بنابراین من به یقید هستم که اگر امارت یا هر که حکومت دیگر در افغانستان بخواهد که منافع افغانستان منافع ملی منافع مردمی بخص منافع اقتصادی افغانستان اینا دنبال کند صد فیصد در مشکلات می افتد. مثلا نیست که ما آب با آب علمان با ایران داریم و اگر ما چشم بپوشیم از منافع ملی خود اما منافع سیاسی حکومت در نظر بگیریم ایران هم خوشحال است کف میزند تاجکستان هم، ترکمنستانم هم، ترکمنستان اگر ما شیردان آب قد کنیم پس بسیار جدی است امارت اسلامی چی سیاست را باید در پیش بگیره؟ چطور میتونه این وضعیت را مدیریت بکنه؟ آیا پروژه های بزرگ منطقهی فکر میکنین میتونه یک نقطه وصل باشه در ایمیان؟ پروژه های بزرگ منطقهی زمان میتواند نقطه وصل باشد زمان میتواند مؤثر باشد که مثلا ما آب داشته باشیم نفت نداشته باشیم گاز نداشته باشیم ما آب داریم نفت نداریم نفت روسیه دارد بنابراین ما از آب یا تاجکستان دارد به عنوان مثال یا ترکمنستان دارد آب ما برای اون هم گاز آنها برای ما <applause> اما زمانی که ما هم آب داریم هم گاز داریم هم نفت داریم اما هند داریم تمام چیزی که تصورش می شود خدا با ما داده ما نمیتونیم که منافع مشترکی در از مدت حتی در از دیدی من با اینا داشته باشیم به خاطری که اگر ما از آب خود استفاده کنیم از نفت خود استفاده کنیم از تل خود استفاده کنیم به عنوان مثال از معادن خود استفاده این کنیم اون دقیقاً امروز شیردان برای 26 متر مکعب در سونیا ایران چی حالی نگذاشته و حتی بر اساس یک ماهیده ای که به نفع 100 درصد به نفع ایران است بله. و نه به نفع سیاست را باید امارات در پیش بگیره با توجه به این مواردی که شما به او اشاره میکنه امارات اگر میخواهد که منافع ملی نه منافی حکومتی نه دوام حکومتش را در نظر بگیرد منافع مردم افغانستان را در نظر بگیرد باید سیاست اقتصادیشی از اقتصاد تجارت محور بیرون شود اینا مثل زمان عین و غین مثل که قشرف غنی افتخار میکرد کرزای افتخار میکرد که ما از افغانستان خط ابریشوم زنده میکنیم او 700 سال پیش بود او زمان پاکستانی وجود نداشت دبی وجود نداشت تاجیکستان ازبکستان به صورت وجود نداشت یا مثلا مثل کرزی و عبدالله و اشرف غنی و نمیدونم افتخار میکرد که ما تاپی داریم و توتاب داریم و کاسامیل داریم و اینا امارت هم افتخار میکند که ما تاپی داریم و توتاب و کاسا در حالی که اصل نیست برای افغانستان این زهر است برای افغانستان اینا, اینا هم پالیسی اقتصادی عین غین تقریب می کند از جمهوریت تقریب می کند از افغانستان کشور ترانزیتی می خواهند بسازند آشغالدانی مصرف کنیده کشورهای دیگر و جای که از افغانستان کشور تولید کنیده زراعتی و صنعتی بسازد اگر ما این پالیسی اقتصادی دنبال کنیم صد فیصد ما با ایران در تضاد می افتیم، با پاکستان در تزاد میشویم با تاجیکستان و ازبکستان در تزاد میشیم چرا کار نمی کند از دیدی من خاطر که منافع مقتیی موقتی و سیاسی خود می بله ولی آقای بشر دوست نمیشه که برای همیشه دشمنی بکنه امارت اسلامی و هر حکومت دیگی که حاکم باشه در افغانستان با منطقه و کشورهای همسایه راه چی است راه میانی که میتونه استفاده بکنه حکومت ها در افغانستان نقطه اول این است که دوستی بین کشورها هیچ وقت وجود نداشته و ندارد این بزرگترین اشتباه نخبگان افغانستان است که شعار میدادن هورا شوروی <applause> یا الله اکبر عربستان الله اکبر ایران نمیدونم الله اکبر فلان یا نمیدونم کف میزدن که کسایی که تکنوکرات بودن کف میزدن که زنده بود آمریکا دموکراسی آمریکا نه هیچ کشور در هیچ مقطه تاریخی دوست کشور دیگر نیست ولی پالیسی حال امارت اسلامی را میدانن میگن که به شکل مستقلانه هم عمل میکنن حتی در سیاست خارجی مستقلانه یعنی چی یعنی ممكن. که خودشان تصمیم میگیرن میدونن می که کدام مورد به نفع اف افغانستان است و کدام مورد به ضرر افغانستان است ممکن خودت یک تصمیم بگیری در خانه خود برای خانه خود که به با فایده دکاندار تمام شد و مثلا یعنی به عنوان مثال شما در خانه خود آبم دارید زمینم دارید میتونید که مثلا بادجان کشت کنید کچالو به عنوان مثال کشت کنید شما تصمیم خودتان میگیرید که کشت نکنید ولی برای از دشمنی هم راه حل نیست مثلا ده. با پاکستان باید امارت اسلامی رابطه نک داشته باشه با توجه به وضعیت که حال امارت با او رو برو است در میدان های کلان سیاسی در جهان با ایران نیاز است که رابطه نک داشته باشه همین گونه با کشورهای دیگه پس چطور میتونه امارت که خب یک رابطه سازنده با این کشورها بسازه که به منافع افغانستان باشه دقیقا شما منافع افغانستان گفتین نه منافع امارته. نه منافع حکومت بنابراین اول که رابطه نک وجود نداره <تصفح> هیچ کشور با خاطر دوچشم قشنگ افغانستان یا با خاطر چیزش او رابطه نک نمیتونه داشته باشه بعضیا میگوید که دوستی و دشمنی دائمی وجود ندارد نه. من به یقین هستم که دوستی وجود ندارد بین کشورها دشمنی است دو... دشمنی که منافع باشه خب می پروژه منطقه ای گفته میشه ای که از از جمله پروژه است که میتونه کشورها را حداقل از سیاست های خصمانه در قبال افغانستان جلوگیری بکنه مثلا پروژه کاسا 1000 مثلا پروژه تاپی تاپ این پروژه ها میتونه که خب وقت منافع اونها تامین باشه دیگه به با امور داخلی افغانستان مداخله نکنن دیگه اجازه کی که جنگ شولاور باشه و موارد دیگه دقیقا منطق است که رهبران افغانستان در طی 5000 سال تاریخ داشته ما باج بدهیم تا آرام باشیم مثلا در کوچیک شما زندگی میکنین یک بدماش است ما به بدماش امتیاز بدهیم تا ما را آرام بگذارن اما کاسا تاپی تو تاپ زهر است برای گاز ما زهر است برای برق ما ما میتونیم که 23 هزار میگاد برق تنها آب ما, آب ما تولید میکنه و هزار میگوید برق میگوید یک میلیارد دلار ارزش است ما ولی حال در اون مرحله نیستیم که تولید بکنیم برق میدونین خود ما برق ما وارداتی است در 24 دخل... شما مثلا چند ساعت برق دارید که... چرا نمیتونیم تولید بکنیم؟ بخاطر که هیچ وقت در این کشور افراد متخصص افراد متقی افراد متحد افراد متجرب افرادی که جان و مالش قربانی وطنش کنه قربانی،, قربانی خاکش کوشش کنه منافع خودش حزبش قومش حکومتش در نظر نباشه منافع ملی در نظر باشه به خاطر این است که در کشور ما وجود نداشته اگر در کشور ما افراد متخصص متقی متحد و متجرب در رست کار قرار می ما شاید حرف اول در دنیا میزدیم به خاطر چیزی که ما داریم این, این انتقاد ندارد. است که در جمهوریت میکرده چرا هیچ تغییر نکرد به خاطر که چیز تغییر نکرد جمهوری در بخش اقتصادی پای خود جای پای کرزای میگذاره جای پای عین و غین میگذاره امارت در ساختار حکومتی همان حکومت ها و همان وزارتخانه های ساخت که اینا هر روز داد میزند که ما اشغالگر شکستیم از بین بردیم مجبور با فرار کردیم در بون اشغالگر حکومت ساخت برای کرزای برای کشور شده بر اساس قوم تنظیم مذهب و منافع خودشان <applause> امروز اماراتی ها رفتن در همو حکومتی که اشغالگر ساخته نشستن بدون خود از بدون کس خود کنن که از خود پرسان کنند که این وزارت با این وزارت چی فرق داره در وظایفشان وز وز اما کاری که جمهوریت میکرد که افراد را شاید حرفای من در پارلمان شنیده باشین <تصف> که من میگفتم قصاب به نجاری روان میکنند نجار را به قصابی روان میکند افراد غیر متخصص غیر مسلکی یک یک معذرت میخوایم یک نکتایی ما میگذاریم یا نمیدونم ای به این به نیست که ما متخصص شدیم فلانی از هر غرب از آمریکا آمده پس او متخصص است نه او به سوادی مطلق است حالا باور است که نجار به جای گلکار داره ایفا وظیفه میکنه و دقیقا. گلکار به جای نجار دقیقاً افراد متخصص افراد متقی امروز زراعت گیل است حتی یک بخش زراعت گیل من دکتر حقوق علم سیاسی هستم دکتر طب نیستم برادر من اگر مریض شود با همه نیت پاک با همه دوستی که برادر خود دارم اگر من نسخه نوشته کنم برایش ممکن رو بکشم امروز در, در دنیای امروز هر مسلک بسیار پیچیده است و در یعنی راست افراد متخصص همه باید حرف های شما این است که از درون باید قوی شوه افغانستان و بیشتر به منابع داخلی باید فکر بکنه از کجا آغاز بکنه امارت اسلامی امارت اسلامی اگر میخواهید که واقعا منافع ملی منافع امت در نظر بگیرد اولین کاری که اینا باید انجام بدهد، حکومت بسازد حکومت اول باید تشخیص بدهد مطالعه کنند که افغانستان چند وزارت خانه نیاز دارد <applause> من در زمان کرزه یک کمیته ساخته بوش پیشنهاد من دوازده وزارت خانه بود که ما دوازده وزارت خانه با صلاحیت ابر صلاحیت و با ابر مسئولیت داشته باشیم مم. این حکومت علمی مسلکی ما باید بسازیم و بعد وقتی که ما حکومت علمی و مسلکی ساختیم وزارتخانه را غنیمت ندانیم اینها امارت وزارتخانه را غنیمت میدانه ما جهاد کردیم مم. پس وزارت خانه از ماست چیزی که کمونیست می ها میگفت ما انقلاب کردیم وزارتخانه از ماست چیزی که سیاف و محقق که اینا جشرو میگه می چیزی که حتی داوود ما من انقلاب سفید کردم وزارتخانه از ماست وزارتخانه باید با افراد متخصص متقي متحد وطن دوست و متجرب سپرده شود من طلو رو نمیشناسم اگه با من بگویید که شما برید از فلان اتاق مثلا یک ماوس بیارین یا فلان قلم بیارین من شد نیم ساعت بگذارم را را اما کسی میکنه. که طلو رو میشناسم بله. میتونه در دو دقیقه بله بله از در سیاست بیارن. خارجی چی باید بکنه امارت اسلامی که هم منافع ملی افغانستان تامین شده باشه و هم رابطه داشته باشه رابطه نیک و حسنه با کشورهای منطقه و جهان و این کشورها تعامل بکنه با امارت ما مجبور نیستیم که باج بدهیم که کسی کس از ما خوش شود ما مجبور نیستیم که به اصطلاح چاپلوسی کنیم منافع کشورهای دیگر رو تامین کنیم که کسی با ما رابطه نیک داشته باشد یا خامنه با بر ما کف میزند یا زرداری یا نمیدونم رئیس فرانسه و آلمان و روسیه و چین و ترکیه ما باید به این نظر باشیم که مردم به ما کف میزند مردم راضی باشد خدا راضی باشد وقتی خدا ما میگویم راضی باشد یعنی که امت باید م... اما تقاضای امت منافع امت باید در صدر کار قرار بگیرد این که ما آب خود از دانش میبندیم پشتی نگردیم مم. که ایران چی میگوید پاکستان چی میگوید پدر ایران یا پاکستان نمیتونه حکومت سرنگون کنه اگر حکومت آب به نفع ملت قد کنه و از ملت باشد یا بله. آمریکا به ایمان نمیتونه اگر بگوین خوب چون بحث ما روی روابط با پاکستان بود با پاکستانی ها چه سیاست را باید امارت اسلامی در پیش بگیره فشار تر؟ ما با پاکستانی ها مثل با کشورهای دیگر رابطه میتونیم داشته باشیم که کاری تصمیمی که ما در باره کشور خود میگیریم اونا دان خود باز نکنن ما شردون آب خود قط میکنیم حق نداره که با ما تهدید کنن اگر تهدید کرد ما میتونیم که جوابش بدیم به عنوان مثال جواب واقعی برش داده شویم ما از برق خود استفاده میکنیم ما از گاز خود استفاده میکنیم ما از نفت خود استفاده میکنیم ما بندهای بزرگ بالای دریای پنشیر سپس و کنر و آمو و ایلمن میسازیم اگر اونا صدای خود بالا کرد یک سلی باید زده شد دکتر رمزان بشردوست عضو مجلس نمایندگان در حکومت پیشین سپاسگزار حضورتان به برنامه و تشکر از شما که بحث ما را دنبال کردین تا بعد خدا نگهدار